با عرض سلام و تقدیم بهترین ارادتها، امروز روز طولانی و در این حال ثمر بخشی داشتیم. تنها نگرانی من سوء تفاهمی است که پیش آمده برای برادر ارجمندم جناب پرتو، که تصور کردند که من نظر ایشان رو رد کردم یا نپذیرفتم. قطعا در مورد اسم و اینها ممکن اشتباهی شده باشه. جناب پرتو خیلی جایگاه بخصوصی در قلب من دارند و بسیار متاسفم اگر که در این ازدحام و شلوغی و گفتگو و نقد و صحبت‌های مختلف در مورد ایشان کوتاهی شده یا مطلبی در مورد مخالفت با ایشان گفته شده. قطعا روی اسم اشتباه کردم من، چون ایشون چیزی ننوشتن که من مخالفت بکنم و اگر شده پوزش میخوام. حالا برگشتم من روی فرمایشات ایشون، دیدم که اینجا نوشتن که آقای پرتو قرآن را بگذار، یعنی در واقع نظر مخالف رو دارن بیان میکنن که قرآن رو بگذار و حدیث رو به اصطلاح به کار بگیر و خوش باش. و بعد چون با حدیث هرچه گناه کنی نجات میابی و بعد هم نوشتن که ای کسانی که بی ایمان هستید، بدانید که روز حقیقت نزدیک است. امروز روزی است که بیشتر به فکر فردای خود باش. و این فرمایش ایشون رو به هیچ عنوان من رد نکردم، چون به نظرم آمده که این گونه اتفاق افتاده اگه بوده و اینها قصدی در این کار نبوده. و بعد هم مطلب بعدیشون رو که من میبینم نوشتن که چند اون لغت اول رو نمیتوانم بخونم، ولی نوشتن که دنیا که اگر از کلاسی ناکام شویم، معلم یک سال دیگر به ما فرصت میدهد که سال دیگر کامیاب شویم. چطور خدایی که ما را بدون خواست ما آفریده در کلاس اول ما رو ناکام میکنه. این مطلب ایشان رو هم خواندم. بعد مطلب آقای پدر رو خواندم که در اینجا راجع به اینکه پیامبر حق گرفتن دستمزد نداره خواندی شد. بعد فرمایش آقای پرتو دو مرتبه که نوشتن که اتاق فرمان لطف نمایید که من چه اشتباهی کردم، این رو دو مرتبه بنویسید جناب پرتو که من نمیدونم چی شده با اینا، ولی به هر حال اگر از طرف ما کوتاهی شده یا اشتباهی شده به بزرگی خودتون ببخشید. اصلا قصد این نبوده که فرمایشات شما رو رد بکنیم، یا اگه شده حتما اشتباه شده. عرض کنم حضورتون که من نوشتن اتاق آقای پرتو دو مرتبه نوشتن که استاد عزیز با اتاق فرمان لطف نمایید به من بفرمایید چه اشتباهی کردم که استاد مرا سخت مورد حمله قرار دادم. اصلا شما مورد نظر نبودی، 100% اشتباه شده. 100% اشتباه شده.
بعد مطالب جیمز هست در مورد تجاوز مسلمانان حدیثی به دختر بچه ها و اینکه ملاهای حدیثی با تصویب و با جعل به قرآن و جعل به اسلام به دختر فروشی و زن فروشی برای قدرت های سیاسی و مالی اقدام می کنند و در واقع تأمین شهوت این قدرت ها رو می کنند، به خاطر اینکه در مقام و جایگاه خودشون حفظ بشوند. میرسیم به ولی جناب ابراهام ثانی، ابراهام ثانی می نویسند که پس جناب استاد، یعنی می فرمایید که آیه انما و بقیه این رو می نویسند که منظور کسانی که ایمان دارند و نماز برپا می دارند و زکات می پردازند و این افراد راک اون هستند، معنی این آیه چیست؟ فکر می کنم که معنی این آیه بسیار روشن است که کسانی که دوستان خدا و دوستان رسول هستند و کسانی که اهل ایمان هستند، دوستداران خدا، دوستداران رسول و اهل ایمان، اینها کسانی هستند که نماز برپا می دارند و زکات می پردازند در حالی که ایشان راک اون هستند، یعنی دوستان پیامبر و دوستان خدا و اهل ایمان، کسانی که راک اون هستند، کسانی که تسلیم خدا هستند، کسانی که در مقابل خدا خودشون رو حقیر می دانند و مطیع می دانند و عبید می دانند در مقابل خدا و نماز برپا می دارند و زکات می پردازند، کسانی که عابد هستند، کسانی که راکع هستند، تسلیم خدا هستند، خدا رو تجلیل می کنند، خدا رو بزرگ می دانند، تعظیم می کنند در مقابل خدا و صلات برقرار می کنند، اهل صلات هستند، اهل رکوع هستند و اهل زکات هستند، اینها دوستان خدا و دوستان پیغمبر خدا هستند. این رو ما رد نکردیم که دوستان خدا و دوستان پیامبر کسانی هستند که نماز برقرار می کنند و خدا رو بزرگ می دانند و در مقابل خدا خاضع و خاشع هستند، راکع هستند و زکات می پردازند. جایی از صحبت ها من رد نکردم که در قرآن من کرده، اما کجا گفته که از کسانی که دوستان خدا و دوستان رسول خدا هستند و معرفی کرده اینها رو که دوستان خدا و دوستان رسول خدا کسانی هستند که نماز برقرار می دارند و راکع هستند و پرداخت زکات می کنند؟ اینا نشانه های کسانی است که دوست خدا و دوست رسول هستند، هم اون روز بودند، هم بعدش بودند، هم الان هستند. همه کسانی که صلات اونها با رکوع و با زکات همراهه، یعنی فقط صلات انجام نمیدن و برن، صلات انجام میدن، تعهد میکنن به پرداخت انفاق و انفاق میکنن، زکات میپردازن، از مالشون میپردازن که مالشون پاک بشه. من نمیدونم با این آیه ما کی مخالفت کرد. کسی با اصحاب پیامبر و دوستان خدا و دوستان پیامبر
مخالفتی در این برنامه نداره. سخن من این است که اینها مقام هدایت و مقام مدیریت بر امور مردم رو ندارند و ما ممنوع هستیم از اطاعت هر نوع بشری، چون شما در سوره فاتحه در مقابل خدا میستید و تعهد میکنید که ایاک نعبد و من تنها از تو اطاعت میکنم و تنها به تو عبادت میکنم. عبادت فقط ستایش نیست، عبادت اطاعت درش هست، اطاعتی که توأم با تجلیل باشد. اطاعت ما فقط از خدا اطاعت میکنیم، نه از محمد اطاعت میکنیم. من نه از خدا اطاعت میکنم، من نه از محمد اطاعت میکنم، نه از علی اطاعت میکنم، نه از عمر، نه از حدیث، نه از هیچ بشر دیگه. به خاطر اینکه هر کس هم این کارو بکنه، قرآن میگه تعهد کن اگه میخوای هدایت بشی، نباید از آدم اطاعت کنی، باید از خدا اطاعت کنی. و اگر از آدم اطاعت میکنی هدایت نمیشی، گمراه میشی. من برای اینکه گمراه نشم از آدم ها اطاعت نمیکنم، از خدا اطاعت میکنم. و کلام خدا هم در دهان عمر و علی نیست، کلام خدا در قرآنه و من از قرآن اطاعت میکنم به اندازه شعور و معرفتی که دارم و نمیبینم که در اینجا مطلبی خلاف این باشه، که قرآن هم خلاف این گفته باشه. قرآن هم میگوید که به هر حال من اختلافی نمیبینم در مطالب قرآنی با شما، من اختلافی نمیبینم جناب ابراهیم، و مفهوم اون آیه هم خیلی روشنه. اگه شما فقط صلات انجام بدید و زکات انجام ندید، میشه مثل صلاتی که 90% از مسلمان انجام میدن، یعنی کار بیهوده و حتی گناه هم هست، به خاطر اینکه این نوع صلات در قرآن جنایت اعلام شده. ویل للمصلین، و اون مصلینی هستن که کسانی که زکات نمی پردازن، یعنی تعهد به پرداخت زکات در صلات می کنن و صلات اونها بدون زکات است. اما کسانی که صلات برقرار می کنن موظف هستن که به تعهد خودشون در پرداخت زکات عمل کنن. و چیز دیگری من از اون آیه قرآن نمیفهمم، شاید هم به زعم دوستی که فرمودند که یک کلمه عربی نمیداند، شاید هم که ندانستن عربی باعث بشه که از اون آیه فقط این رو میفهمم که دوستان خدا و دوستان رسول کسانی هستند که صلات برقرار میکنند، رکوع میکنند، یعنی در مقابل خدا تسلیم محض میشوند و تجلیل خدا رو به عمل میآورند و زکات میپردازن. اگر که بیان دیگری هم هست اون بیان رو بگویند و ما بدانیم که جناب چارلی می نویسند که قاسم جان به جناب آن جناب پرتو می نویسند شما استاد عزیز اگر کسی به شما انتقاد کند خیلی تبصره می کنید، ولی انتقادی که من داشتم شما ناخواست تهمت زدید. من هر چی فکر میکنم الان یادم نمیاد، ولی قطعا من قصد تهمت زدن نداشتم. اینو اگر هم کاملا من الان هر چی فکر میکنم هیچ یادم نمیاد واقعا، که چون شما چیزی نگفتید که من به شما تهمت بزنم. صحبت شما صحبتی نبود که تهمت پذیر باشه.
بدون لحظه تعمق رفتید به استراحت. به هر حال به من بگویید که چه گفته بودید، که قبل از اینکه ما به تنفس بریم شما چی گفته بودید که من رد کردم. میخوام به یادم بیاد و ببینم که واقعا چی بوده، ولی به هر حال اگر که اشتباهی از طرف من شده، من در این بحث و گفتگوی پرجنجال ممکنه که اسمها رو با هم دیگه اشتباه کرده باشم و احتمالا همین طور هم بوده. می نویسند چارلی که برادر محترم من، راستش از سر کامنت های شما چشمم لغت رو نمیتوانم بخونم میشوم و اعتماد دارم بالای شما محترم و استاد عزیزمان که کامنت های شما را خوانده، من متوجه نشدم که چرا نیتم ضعیفی میکند گاه گاهی، اما من فکر کنم اشتباه شده باشد و خودت که حاضر این برنامه پرجنجال بوده ای، باز هم خودت برای من عزیز و محترم هستی جان برادر و همینطور هست برای همه ما عزیز هستن ایشون. و قطعا در این سر و صدا و بگونگو اشتباه شده. جناب قاسم پرتو، نه شما، برنامه اگر اتاق فرمان امکان دارد بشنوید. ما خیلی مشکل داریم که بخوایم که این برنامه ها رو، به خصوص این برنامه هایی که از روی فیسبوک رد میشه، تا پایان برنامه ها که تمام بشه و ضبط بشه، ما نمیتوانیم که این کار رو انجام بدیم، از نظر فنی عرض میکنم. ولی خود شما بگید که دو مرتبه مثلا سوالتون رو من تقاضا میکنم جناب پرتو، هر موضوعی که بوده اگه در ذهنتون دارید اونو دو مرتبه منعکس بکنید که ببینم دربارش صحبت بکنم، که از شما رفع ناراحتی بشه، چون خیلی برای من مهمه که شما دچار ناراحتی نبوده باشید. جناب شاه محمد می نویسند که شما چند سوال رو نوت کرده بودید که جواب می دهید. سوالات راجع به نماز و وحی و قیامت بود و اگر این سوالات رو جواب بدهید، حتما این سوالات رو قرار بود که ما از آیات قرآن پی بگیریم، که امروز حالا یا تقصیر ما بود یا تقصیر شما که بحث به بیراهه، شاید هم به بیراهه نرفته باشه، شاید هم که بحث در جایگاه صحیحش بوده باشه. الان من نگران حالت جناب پرتو هستم که اشتباهی چیزی تو این شلوغی از ما سر زده که باعث ناراحتی ایشان شده. هیچ مقصودی نبوده جناب پرتو، اگر هم که شده حتما اشتباه شده و شما لطف کنید همطور که عرض کردم مطلبتون رو دو مرتبه بازگو کنید و قطعا پاسخ داده میشه، یا اگر که عذرخواهی مجددی لازم باشه انجام میشه. در برنامه امروز که سوال و جواب و اینها مدتی به طول انجامید، برمیگردیم فعلا به موضوعاتی که موضوع نماز و وحی و قیامت بود.
اجازه بدید که در فرصتی که باقی است بازگشتی داشته باشیم به نگرش مجددی به اندیشه های مولانا جلال الدین محمد در مورد هستی شناسی. در برنامه روز قبل در مورد شناخت هستی که دو تئوری در جهان وجود دارد، که یک تئوری معتقد است که هستی یک امری است که مستقل از ذهن ما در عالم خارج وجود دارد، و یک نگرش این است که هستی در ذهن ما فقط وجود دارد و در بیرون از ذهن ما چیزی وجود ندارد. در نگرشی که هستی رو اصالت میده بهش، هستی رو دارای وجود و مستقل خارجی میدانه، در اون نوع هستی به دو طریق در واقع برخورد میکنه. یکی از طریق علم و استدلال و منطق و تجربه است، و یکی از طریق شهود و دیدار درونی. مولوی به هستی به نوع دوم نگاه میکنه، یعنی هستی که مولوی به عنوان یک هستی خارج از ذهن ما در عالم واقعیت اعتقاد به وجود هستی داره، یعنی اصالت هستی رو میپذیره. او علاوه بر تجربه و استدلال و منطق و علم که اینها رو همه رو لازم میدانه ولی کافی نمیدانه، حقانیت و اثبات وجود هستی رو از طریق وحی قبول داره، و وحی در دیدار مولوی اشاره هست به چندین موردی که اون چی که آیه هست، نشانه هست، و اون چی که اثر هست یا حس هست یا شهود هست یا ذوق هست یا شوق هست یا دریافت قلبی یا دریافت ایمانی یا دریافت اعتقادی یا دریافت اتکایی، با اینها در واقع با این علامات و با این وحی و با این الهامات در درون خودش یک باوری به وجود میاد شخص، که بر اساس باور و اعتقاد به اون امر هستی رو باور میکنه. علت تعمق زیاد و توجه زیاد و اهمیت زیاد عرفان به موضوع هستی و واقعیت داشتن هستی به خاطر این است که هستی مخلوق خدا محسوب میشه و از هستی و از بودن هستی به بودن خدا موضوع منتهی و منجر میشه. یعنی خداشناسی عرفان بر مبنای قبول اصالت هستی است. چند نوع وحی رو در عرفان میپذیرند. یک وقتی وحی به صورت آیه است، یک وقتی به صورت یک امر شهودی است، یعنی در درون شما دیدار شهودی پیدا میشه، یعنی فطرت شما
و حقیقت شما در وجود شما شاهد واقعیت و حقیقت وجود هستی است. یک وقتی این موضوع به ذوق شما میاد، یعنی شما حقیقت رو چشایی میکنی، یک وقتی شوق در شما به وجود میاد، تحریک در شما به وجود میاد، یک وقتی باور قلبی پیدا میکنید، یک وقت باور امانی پیدا میکنید، احساس امنیت میکنید در مقابل اعتقادتون، یک وقتی جنبه تعلق و وابستگی به عقیده و باورتون پیدا میکنید، یک وقتی جنبه اتکایی پیدا میکنید، تکیه میدید به باوری که کردید، اینها همه صور مختلفی است که در نگرش عرفانی موضوع هستی به لحاظ اصالتش که اصالت و واقعیت عینیش برای عارف محرز و معین میشه. وقتی که هستی شناخته شد، اون وقت موضوع بعدی موضوع خالق هستی است. این هستی معلول چه کسی است؟ معلول چه نیرویی است؟ چه کسی این رو به وجود آورده؟ این اثر کدام مؤثر است؟ و به این ترتیب وجود خالق اثبات میشه. وجود خالق نه به عنوان شناخت، یعنی ما هرگز به شناخت خالق قادر نخواهیم بود و هرگز ما شناسای خالق نخواهیم شد که خالق چگونه است، اما اثبات خالق در وجود خالق، یعنی او رو به عنوان اثر بخش و صاحب اثر و مؤثر شناسایی میکنیم، به عنوان علت شناسایی میکنیم، به عنوان باعث شناسایی میکنیم که مبعوث او و معلول او به صورت جام حیات و هستی خودش رو نشان میده. یعنی هستی وقتی ثابت شد که واقعیت خارجی داره، این هستی در واقع معلول یک علته، خودش به وجود نیامده که، یا مخلوق یک خلقته، یک خالق این رو آفریده، یک مؤثری باعث این اثر شده، یک علتی باعث این معلول شده، به اون صاحب علت، به اون صاحب علت خدا گفته میشه، خالق گفته میشه، و خالق فقط در مقام خالق شناسایی میشه، ذات خالق شناسایی نمیشه. در این نگرش، در این نوعی که مولوی به هستی نگاه میکنه، ذهن از یک ذهنیت خالق به ذهنیت خازن و حافظ تبدیل می شود و نورانی می شود. در واقع در این حالت، یعنی وقتی که انسان وحی یا الهام یا شوق یا ذوق و یا شهود در وجودش پیدا میشه، اون چرا که صادر میکنه و اون چرا که بیان میکنه معلولی است از علتی که فاعلیت اون علت، فاعلیت آیاتی است که در وجود انسان به وجود آمده. یعنی گفتاری که آدم میکنه در اون حالت که در واقع یک نوع دیدار و یک نوع حالت مشاهده حضوری و شهودی میکنه بر وحیی که در درونش جاری میشه، ذوق و شوق و معرفتی که در قلب او ریخته میشه و او شاهد بر این معرفت هست، در این حالت انسان هر حرفی که میزنه و هر بیانی که میکنه از اون نیرو و از اون چشمه باور در درون او سخن میگوید. این به آن معناست که ذهنیت خالق قادر به اکتساب اعتماد نیست
چرا که ذهن خالق در مقابل حق لاجرم خالق و خالق مخلوق می شود. اون چه سعی می کنم بیان کنم این است که وقتی که ما مستقلن راجع به خدا فکر می کنیم و خدا رو مورد نظر قرار می دیم، هیچ وقت به خدا نمی رسیم. یعنی وقتی که فکر از ما برمی خیزه و ما فاعلیت در یک اندیشه داریم، هر فکری که راجع به خدا بکنیم اون خدا نیست. خوب توجه بکنید، نکته نسبتاً دشواری هست که از روش رد بشیم. ما وقتی که ذهنمون رو متوجه شناخت خدا میکنیم، به خدا داریم فکر میکنیم، ذهن مستقل رو عرض میکنم، این ذهن وقتی که مستقلن راجع به خدا فکر میکنه، هرچه بسازه مخلوق و محصول این ذهنه و طبعا هرچی که میسازه خالقش این ذهن منه، مخلوقش چیزیست که من ساختم. بنابراین وقتی که انسان مستقل فکر میکنه، راجب خدا هرچی فکر میکنه، راجب خدای خالق داره فکر میکنه، ولی واقعا خدای مخلوقه. یعنی خدای خالق رو ما نمیتوانیم تصور کنیم، چون به محض اینکه ما شروع به تصور میکنیم، اون خدایی که در ذهن ما ساخته میشه خداییست که ما ساختیم، در حالی که خدا باید ما رو بسازه، نه برعکس ما خدا رو بسازیم. یعنی ما خدای مخلوق ذهن خودمون رو به تصور غلط خدای خالق می نامیم. مولوی معتقد است که وقتی انسان به دلایل شهودی می رسه، یعنی به جای اینکه این ذهنش مستقلن در مورد خدا فکر بکنه و خدا رو در ذهنش بسازه و این خدای مخلوق رو جای خالق قرار بده، اگر که ذهن آدم به اکتشاف شهودی رسیده باشه و اگر آدم دلایل خداشناسی رو مشاهده کنه در درون قلبش با چشم درونی، اون وقت از این منبع الهام و از این منبع قدرت خدا شناسایی میشه. یعنی ما با اتکای به وجدان شهودیمون دنبال خدا میگردیم، نه با اتکای به ذهنیت استدلالی خودمون. نکته بسیار ظریف در اینجا این است که وقتی که ما متکی به ذهنیت خودمون میشیم در یافت خدا، خدا رو هرگز پیدا نمی کنیم، چون خدای ذهنی ما می سازیم. ذهن ما خالق خداست، یعنی خارج از ذهن من خدایی وجود نداره. چرا؟ چون من با ذهنیتم خدا رو ساختم. اما اگر ما این خدا رو، آیات این خدا رو، الهام این خدا رو، وحی این خدا رو، ذوق و شوق ناشی از این خدا رو در قلب خودمون احساس بکنیم و در وجود ما، چشم سری ما وجود حق رو مشاهده کنه در درون ما، تمام فکر و ذکر ما تحت تأثیر اون قدرت درونی شهودی در میاد و اون قدرت ناشناخته شهودی و باورمند اعتقادی در وجود ماست که خدا رو ترسیم میکنه، نه ذهن ما. یعنی ذهن ظاهر در واقع پایگاه خودش رو به ذهن باطن میده در وجود آدم و اون ذهن باطن هست که خدا رو میسازه و خدا رو به ذهن حاضر معرفی میکنه. در این تجلی و تحلیل نسبتاً ثقیل قدری تأمل و تحمل لازمه تا موضوع بیشتر روشن بشه. در نگرش مولوی برای معاینه هستی و تلاش در شناخت هستی به دو نوع هستی بیرونی
و هستی درونی نگاه میکند مولوی. یعنی از شریعت به طریقت میتوان رسید و از طریقت به اعتبار و حقانیت راه شریعت میتوان به عنوان مبانی طریقت رسیدن به معرفت استفاده کرد و در واقع با شریعت یعنی با قرآن شروع میکنه، با قواعد قرآنی شروع میکنه و به طریقت میرسه، یعنی اون چرا که در قرآن به صورت تئوری خوانده در قلبش به علم شهودی در میاد. یعنی علم تئوری و دانش تئوری در او به صورت یک واقعیت عینی ناظر حاصل میشه و دیده میشه. و به دو نوع هستی، به دو نوع موجودیت توجه جلب میشه. در آغاز دین یا شریعت دین رو در خارج میبینه، خارج از خودش میبینه و کم کم این اعتقادات دینی باعث میشه که واقعیت رو که در خارج میدیده کم کم در وجود خودش ببینه. این تحولی که در انسان به وجود میاد که از بیرون نگری خسته میشه و ناامید میشه و بی ثمر میشه و به درون نگری میپردازه و در واقع دنبال این خدا که بیرون میگشت تا دیروز، امروز در درون خودش دنبال این خدا میگرد. حاجن عبدالله انصاری میگوید که روزگاری او را میجستم، بیرون منظورش هست، خود را میافتم، اینک خود را میجویم، او را میابم. این برخورد دو هستی خارج و داخل که از یکی شروع میکنید به دیگری ختم میشه از مسائلی است که در واقع شریعت و طریقت رو در عرفان تعیین و تقسیم میکنه. وقتی که انسان با این دو حقیقت روبرو میشه، اون وقت حقیقت درونی وجود انسان دارای قدرت شهودی میشه که ما خارج از تشخیص ذهنیت به یک اعتقادی میرسیم. اعتقادی است که متکی به علم و استدلال نیست دیگه، اعتقادی است که به باور و اعتقاد متکی است که در درون ما واقع میشه. در نگرش به داستان هستی، مولوی داستان هستی رو از زبان انسانی تعریف می کند که مبدأ وجود به دنیای ماهیت و به دنیای شکل تبعید شده، یعنی از یک بهشتی یک انسانی رو به عالم خاکی، به عالم جسم، به عالم شکل، به عالم قالب‌ها نزول دادن و بیرون کردن و فرستادن. و این زندانی که در قالب خودش زندانیه، این آدمی که در قالب خودش زندانیه، در زندان زمان و در زندان مکان، این آدم شروع میکنه به صحبت کردن. یعنی در نینامه مولوی از بشری صحبت میکنه، از پدیده‌ای صحبت میکنه که آفریده خداست و در بهشت آفریده شده و بی‌نیاز بوده و ابدی بوده و خوش بوده و سالم بوده، بی نیاز بوده، امنیت داشته. این از اون مرحله، از مرحله
جاودانگی، از مرحله عصمت، از مرحله بیگناهی، از مرحله بقا به دنیای فانی و به دنیای ماده سرافکنده و اخراج شده، از بهشت بیرونش کردن. حالا این انسان رو که از بهشت بیرون کردن، این انسانی بوده که در زندان زمان و مکان نبوده ولی وجود داشته. وقتی که پا به زمین میگذاره این آدم، این انسان در واقع میره به دو زندانی که زندان زمان و زندان مکانه، و در این زندانی که ترکیبی از زمان و مکانه، این آدم در اونجا زندانی میشه، و در این زندان هست که فریاد این انسان برمیخیزه و راجع به گذشته های خودش بیاد میاره که بله، من در بهشت بودم، این طور بود، اون طور بود. در روش و مکانیسمی که مولوی به کار میبره، روش و مکانیسم قرآنی است، یعنی او هم متوسل به متشابهات میشه و بیشتر توصیف و شرح حالی که میکنه شرح حال متشابهات است و قویاً در این کار اقدام میکنه مولوی. میگوید این انسان خارج از زمان و خارج از مکان بوده، و این انسان در یک زمانی، در یک مقطعی از این انسان بی زمان و بی مکان خارج میشه و به این دنیای زمانی و مکانی تبعید میشه، و در این دنیا این آدمی که در بهشت بوده در دنیای دیگری بوده، وقتی که قلب خودش رو پاک میکنه و سینه خودش رو صیقلی میکنه، عکس گذشته های خودش رو در سینه خودش میبینه و با اصل خودش، از این عکسی که میبینه به اصل خودش پناه میبره و دلش برای خودش تنگ میشه و شروع میکنه به حرکت کردن، شروع میکنه به جستجو کردن و در واقع اصل خودش رو پیدا میکنه. شما اصل خودمون نیستیم، اصل خودمون رو گم کردیم، به قول بیدل که نور حق در ظلمت آباد بدن گم کردم، خیشتن را پیش پای خیشتن گم کردم. این انسان گم شده به دنبال نیای خودش میگرده، به دنبال شخصیت و گذشته و پدر مادر خودش میگرده، و در این جستجوست که با اصل خودش آشنا میشه. با اصل خودش که آشنا میشه، دلتنگ میشه و شروع میکنه به شکایت کردن و شکایت های خودش رو در قالب حکایت بیان میکنه. در واقع انسان که از بهش رانده میشه، یعنی از نیستان بریده میشه و از مهر مادر جدا میشه، اینک وجود او در تخلیه از اضافات و ناخالصی ها مثل نی، نوای تاریخ و شرح فراق و دوری او رو از مبدأ بیان میکنه. ملاحظه بکنید که نی اهل نیستانه، اهل بهشته، و این نی از نیستان بریده میشه. اون آدمی است که از بهشت بریده میشه و رانده میشه، بیرون رانده میشه. و خب هزاران فریاد و شیون و زاری همراهه وقتی که انسان از بهشت رانده میشه، نوع بشر از بهشت رانده میشه و وارد زندان زمان و مکان میشه. حالا این نی همه تاریخ رو در دل خودش داره
ولی نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ به خودش شناسایی نداره، نمیشناسه خودش رو. وقتی که این نی شروع میکنه به خودشناسی و سعی میکنه که آینه ساز باشه، اول کاری که میکنه سعی میکنه درون خودش رو از منیت و از خودیت و از کبر پاک بکنه، و وقتی که درون او پاک میشه، صدای تاریخ و صدای حق در این چوب خالی تنین افکن میشه، چوبی که از نیستان میاد، از بهشت میاد، و همه خاطرات و همه سرنوشت ها و همه گفتارهای از بهشت حالا رو داره، منتها تا حالا صداش در نمیاد. وقتی توی این نی خالی میشه، توی این چوب خالی میشه، یعنی بشر از داشته های نفسانیش خالی میشه، اون وقت شروع میکنه این نی به صحبت کردن و خاطرات خودش رو بازگو کردن. در بعضی از اصطلاحات میگفته میشه که مولوی گفته از این نی، یعنی خودش رو گفته که چگونه حکایت میکند. من ضمن این که تئوری های مختلف این قضیه رو میپذیرم و میفهمم لااقل، اما تقریبا میشه گفت که با این نظریه نتوانستم صلح کنم که مولوی میگوید که این نی، چون اگر این نی بگوید یعنی خودش رو میگوید، یعنی یک چیز سابجکتیو رو در مقابل یک چیز ابجکتیو قرار داده، در صورتی که مولوی کتاب خاطرات شخصیش رو ننوشته. مولوی به عنوان نماینده آدم، به عنوان نماینده بشر، فریاد بشر رو داره منعکس میکنه، نه فریاد خودش رو. من تصور نمیکنم که مولوی در این خودخواهی بوده که فکر کرده که فریاد بشریت رو فراموش کنه و فریاد خودش رو بخوانه و بیان کنه، که دنیا فریاد داره، ذره ذره اجزاء این کائنات در انسان‌هایی که از بهش رانده شده اند فریاد دارن، فریاد همه اینها رو فراموش بکنه و به یک فریاد سمبولیک شخصی خودش بپردازه، به نظر من از او بالاتر از این برمی آید. بنابراین من در قسمت اول رد می‌کنم این موضوع رو که بشنو این نیشون حکایت می‌کند. قطعاً من فکر می‌کنم برای خودم که بایستی که بشنو از نی چون حکایت میکند. نی اشاره به انسانی است که در جوار خدا بوده، در بهشت خدا بوده، نامیرا بوده، جاودان بوده، روح خدا بوده، جسم هم نداشته، جسم رو اینجا پیدا میکنه، ولی سرنوشت این نی این بوده که از نیستان و از بهشت بریده بشه. و خب تا مدتی صدایی از این فرشته، از این نی بر نمی آمده، از این انسان بر نمی آمده، تا اینکه این انسان کم کم با محیط خودش آشنا میشه و به سخن میاد و انسان دریافت وحی میکنه، دریافت الهام میکنه، دریافت نور میکنه، دریافت سخن میکنه از خدا و خداشناس میشه و پشیمان میشه. در قرآن میگوید که وقتی که شیطان خدا گفت به انسان که نزدیک به این درخت نشو، نگفت درخت رو بخور یا درخت رو نخور، گفت نزدیک به این درخت نشو، چون اگه به این درخت نزدیک بشی ظلم کردی، از عدالت خارج میشی، ظالم محسوب میشی. به هر حال، حالا یا خودش بود یا همسرش بود، به درخت نزدیک شد، تخلف کرد و در اثر نزدیکی به درخت امنیت خودش رو از دست داد و طهارت خودش رو از دست داد، عصمت و دوام و نامیرایی خودش رو از دست داد و به او دستور داده شد که از بهشت خارج بشه، هبوط بکنه، در واقع پایین بیاد.
از نظر مقام تبدیل بشه به یک آدمی که در زندان زمان و مکان خدا او را قرار داد. از این مرحله به بعد این انسان باز طبق آیه قرآن که میگه شما برید پایین همتون و همتون دشمن هم باشید و دشمن هم میشید به علت اینکه ریشه کار شما در دشمنی و نفاق بوده. بعد میگه آدم، قرآن میگه که آدم اومد روی زمین و بعد از خدا آموخت که چگونه سخن بگوید، چگونه عذر بخواهد، چگونه توبه کند. توبه کردن رو از خدا آموخت، توبه کرد و خدا توبه او رو بخشید و او رو در مسیر هدایت و بازگشت به سوی خود قرار داد. ما الان در اون مرحله هستیم. مولوی در اون مرحله برگشت به طرف خداست که برای پیدا کردن نشانه خدا، راه خدا، چگونگی بسیاری از مسائل نیازمند کمک و مساعدت و همراهی است. و این نی که همون آدم هست که حالا میخواد برگرده به طرف خدا، شروع به سخن میکند. نیی که از نفسانیات پاک شده و از غیر خدا پاک شده و هرچه در او هست خداست و او شروع میکند به صحبت کردن و این چوب تو خالی به صدا در میآید و داستان از اینجا آغاز میشود. در نگرش مولوی به حیات، یعنی به تخلیه نی، نی خالی میشه دیگه، از چوب اضافی خالی میشه، به تزکیه قالب بشر، سوز درد بشر و فریاد او رو از جدایی از صراط مستقیم در واقع بیان میکند. و همون گونه که وقتی که میخواد او رو ببینه، انسان وقتی خودش رو میخواد ببینه که من کیستم، خودش رو در قلبش باید جستجو بکنه. ما اون که هستیم که در قلب ما هستیم، ما خودمون رو اونجا باید ببینیم و حقیقت وجود خودمون رو در قلب خودمون باید مشاهده کنیم. همه ما در یک آینه ای که قلب خودمون رو آینه می کنیم، خودمون رو در اون آینه باید ببینیم. اصل خودمون رو در اون آینه باید ببینیم که ما کیستیم، نه این صفات عارضی و خارجی رو. در نگرش مولوی به حیات، تخلیه نی و تزکیه قالب بشر، سوز درد بشر و فریاد او را از جدایی صراط مستقیم، برای او یک مکتب و یک راه به وجود می آورد. در واقع صیقل ظرف وجود کلید دیدن وجود است. در مکتب مولوی تنها راهی که شما می توانید که از مسیری که از بهش شما رو متزلزل کرده شیطان و بیرون انداخته، تنها راه برگشت به بهش، تنها راه برگشت به نزد خدا با اراده بشری، این است که نشانی و آدرس خدا رو پیدا بکنید و اصالت خودتون رو در واقع پیدا بکنید، آدرس خدا رو پیدا بکنید، به طرف این آدرس سلوک کنید و قدم بردارید. بنابراین احتیاج ما به جاده هستش، به راه هستش و مولوی میگوید که اگر که قلب خودت رو صیقل بزنی و صاف کنی و پاک کنی، نقشه راه رو توی قلبت میبینی و صراط مستقیم رو اونجا پیدا میکنی. و آن که صیقل یافت و از ناخالصی جدا شد، میبیند، میشنود و میگوید. و این داستان نی و آینه، این داستان نیستان و نی گویای تاریخ در
آیین بشری است که در قلبش خداست، و با دیدن این خدا و با دیدن این نقشه راه راهش رو پیدا میکنه و این یوسف گمگشته سعی میکنه که به کنعان بازگرده و به طرف خدا برگرده. مولوی در موضوع معرفت به حقیقت به نوری اشاره میکند که سالک وقتی که در آن نور واقع میشود و از آن نور به هستی نگاه میکند، همه زوایای تاریک هستی رو روشن میبیند. ملاحظه بکنید که ما اگر برویم و از چشم خدا به هستی نگاه بکنیم، همه هستی رو روشن میبینیم و چیزی نیست در هستی که تاریک باشه و به مناسبت تاریکی ما او رو نبینیم. به نظر میرسد که سفر از تاریکی به روشنی و سفر از یک نور به نور دیگر تابع فلسفه نور در قرآن می باشد، که در این حکمت قرآن از نورها سخن می گوید و به مجموع روشنایی ها اشاره می کند، که این روشنایی ها در تمرکز به یک مبدع در تمرکز به یک مبدع واحد منتهی می شود، که آن منبع منتها را نور نورها یا نور الانوار گفته می شود. مانند سفری که از مقدار بیشماری پرتوهای خورشید که هر یک واحد نور هستند، سفر در واقع ارجاع به خورشید به عمل می آید، که در اینجا خورشید نور الانوار یعنی نوری است که انوار بیشمار هم از او تابش می کند و هم به او راجع می شود. در آیه 25 از سوره نور در قرآن حقیقت زمین و آسمان ها را نوری می نامد و این نور انوار پرتوهای نور دیگر است که از آن به نام نور علی نور نام برده می شود و یا نور الانوار گفته می شود. در واقع از سفر تاریکی به پرتو نور و سفر از پرتو نور به مرکز نور، سفر زیتون به خورشید است که در سوره نور آیه 25 از خاک تیره درخت زیتون برمی آید و از روغن سیاه و سرد زیتون به گرما و به نور می رسیم. یعنی مظهر نور در اینجا اون روغن سیاه است و تاریک، و از دل تاریکی این زیتون سیاه نور سفید متولد می شود، و این نور سفید که از دل سیاهی های زیتون در واقع سر کشیده به بیرون به طرف خورشید پرواز می کند و پر می کشد. در واقع قرآن سفر از تاریکی های جهل رو به روشنایی های حقیقت در تشبیه سفر از تاریکی های انسان به روشنایی های معرفت اشاره می کند، تشبیه می کند، که نور حق در اجزا خانه کرده است و به هر جزئی از اجزا که در باطن او نگرش بشود زیارت نور فراهم می شود، و در واقع در این مثال قرآنی که یک جسم سیاه
در دل خودش نور سفید رو داره و این نور سفید باعث دیدن میشه و در واقع اون دانش شهودی رو به وجود میاره. یعنی سالک از نور و یا از تابش به چشمه خورشید دست پیدا میکنه. در تشبیه مولوی اشاره میکند که حضرت حق که چون خورشید مرکز انتشار و صدور نور است و از هر پرتوی به او راهی است و از هر پرتوی که به خورشید راجع شویم، از هر پرتوی اگر به خورشید وارد شویم در چشمه ذات خورشید وارد می شویم و در چشمه ذات خورشید مبدأ همه انوار رو مشاهده می کنیم. به عبارت دیگر معرفت به حقیقت، حقیقت جزئی منتهی به معرفت حقیقت کل می شود و حقیقت در کل هستی روشن و آشکار می شود. چنین نی در گزارش مولوی مطرح می شود. نی علاوه بر این که سخن می گوید، سخن می نویسد و انتخاب مولوی از یک وسیله است که هم قلم است، هم با او می شه بنویسید و هم وحی است، هم در او النون و القلم وجود دارد و هم اقرأ وجود دارد. در این نی هم وسیله کتابت است، هم وسیله نوشتن است، هم وسیله شنیدن است و هم وسیله گفتن. همین انتخاب مولوی از این اسبابی به نام چوب، از این اسبابی به نام نی، یکی از شاهکارهای اندیشه این عارف بزرگ است. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. دیگر که پای درد دل نی منشینی، نی که از نیستان، از بهشت بریدن بیرونش کردن، شکایت میکنه از دوری. چه وقت آدم از دوری شکایت میکنه؟ وقتی که غربت و بعد رو تشخیص بده. آدم وقتی که نمیفهمه وطنش کجاست، دلش هم برای وطنش تنگ نمیشه. آدم فکر میکنه که مادر نداره، دلش هم برای مادرش تنگ نمیشه. کی ما دلمون برای مادرمون تنگ میشه؟ وقتی مادرمون رو میشناسیم و به طرف اون پر میکشیم. داستان نی از جای آغاز میشه که نی از بهش رانده شده، بشر از بهش رانده شده به وسیله دام شیطان و حالا آمده روی زمین و به جایی رسیده که دلش برای مادرش تنگ شده، دلش برای بهش تنگ شده. الان میشناسه خودش رو که من بهشتی هستم، من اینجا چیکار دارم. این نی اون در مرحله، در اونجا شروع به صحبت میکنه و الا نی در حالت معمولی نمیداند که کجاست. این همه گاو که نشخوار میکنند و راه میروند، نی هایی هستند که توشون پره. نی هستش ولی توش پره، صدا از توش رد نمیشه، مرده است. ولی وقتی که از خودش تخلیه و تزکیه میشه و پاک میشه و از درون خالی میشه و اون چه که زائده ازش خارج میکنه، اون وقت تبدیل به بلنگو میشه، اون وقت سخن میگه، اون نی رو میگوید که
بعد خودش رو میشناسی که من کیم، تو کی هستی، این خدا کیه، و بعد دلش برای خدا تنگ میشه، دلش برای اصل خودش، اصل همه ما خداست، برای اصل خودش دلش تنگ میشه و دلتنگیش رو آغاز میکنه. همه کتاب مثنوی معنوی شرح چگونگی بازگشت بشر به سوی خداست. یعنی همه این کتاب ضخیم مثنوی معنوی مفهوم و تفسیر انا لله و انا الیه راجعون است. بشنو از نی، پس گویا شده الان این نی، بشر، نوع بشری که گویا شده، چون حکایت میکند، چگونه حکایت میکنه، از چی حکایت میکنه، از چی حکایت، از جدائی ها شکایت میکنه، از جدائی با مادر خودش، یعنی این پیوندش رو به مادر حس میکنه الان، یا من بند نافم به بهشت وصل بود و کاری کردم، تخلف کردم، ظالم شدم، چون خدا میگه به این درخت نزدیک نشو که ظالم میشی، و بعد میگوید نزدیک شدن، یعنی چی شدن؟ یعنی ظالم شدن. یعنی در بعد اجتماعی و جامعه شناسی اگر نگاه بکنیم، انسان وقتی که آلوده میشه و انسان پاک دیگه محسوب نمیشه، در واقع یک مقداری تیرگی و ممنوعیت دیدار در او به وجود میاد، و در این حال گاه گاهی هم به اصل خودش، به اینکه من کجا بودم، من چی بودم، من چه کردم و من چطور میتونم برگردم، در مرحله ای که ضمن جدایی با اصل خودش هم آشتی میکنه و اصل خودش رو به یاد میاره. بهشت یادش نمیاد آدم، ولی در درون آدم این بهشت هست و آدم در درونش به طرف این بهشت کشیده میشه. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، از اینکه ما در بهشت بودیم، محبوب بودیم، محبوب همه بودیم، عمر طولانی داشتیم یا اصلا هیچ وقت نمی مردیم. ما از بهشت رانده شدیم و در این سرزمین گرفتار شدیم. اولین نفرین خدا بر ما این بود که بروید پایین با هم دشمنی کنید تا زمانی که توبه کنید و قصد برگشت به خدا رو داشته باشید. نینامه مولوی راه برگشت به خدا رو از دیدگاه مولوی برای ما تعریف میکند. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، و بعد داستانش رو تعریف میکنه که از نیستان تا مرا ببریدن، از وقتی که من رو از نیستان بریدن، از مادر بریدن و جدا کردن، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، یک سینه ای میخوام که از دوری شرح شرح شده باشه. فقط اون سینه است که میتواند که در این نی بدمد. سینه ای که شرح شدن یعنی که اتوپسی کردن، یعنی که کالبد شکافی کردن، تجزیه کردن، باریک باریک بریدن، شرح دیگه، صفحه صفحه میکنن. میگه سینه من باید اونطوری بشه از فراق. نی بایستی که کاملا خالی بشه از ما سوالله، از غیر خدا، تا اینکه صدا از توش بیاد بیرون.
سینه خواهم شرح شرح. این سینه باید کاملا باز بشه و صدا از توش عبور بکنه. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. میگوید که از وقتی که منو از نیستان بریدند و چوب خشکی شدم که تو خالی باید باشم، تا امروز که از زبان نی صحبت میکنم، از ناله هایی که من میکردم که منو از بهشت بریدن، از بهشت انداختن بیرون، از نیستان خارج کردن، از فریاد من مرد و زن فرار میکردن، دستشونو میذاشتن دو گوششون فرار میکردن. حالا میگه من برای اینکه شرح حالم رو شروع بکنم، در درجه اول یک سینه ای میخوام که این سینه در عاشقی از خدا، در فراق خدا شرح شرح شده باشه، صفحه صفحه به خون نشسته باشه. انقدر شوق باید داشته باشم تا دنبال خدا بگردم، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا برای شما تعریف بکنم که درد دوری از خدا چیست. ما تا اینجا گفتگوی امروز رو ادامه دادیم و انشاءالله در برنامه بعدی به مطلب شناخت مولوی و تشریح مختصر نینامه میپردازیم. امروز این دوست جدیدی که هر چندگاه یک بار این افراد رو گسیل میکنن به برنامه و خیلی به ما ضرر و بیشتر از نظر وقت، که وقت ما خیلی ارزشمنده، نه وقت من، چون عمر کوتاهه و وقت خیلی ارزشمنده که در اون وقت سخن خدا گفته بشه، و اینجور اتفاقاتی که میفته واقعا من فکر میکنم که اگر پاسخ ندیم ممکنه باعث گمراهی بشه. یعنی اگر یک آدمی مثل ایشون میاد، دو کار میکنیم دیگه، یا بیرونش میکنیم مثل این بیننده امروزی که بیرون نکردیم و نمیکنیم دیگه، این افراد رو بیرون نمیکنیم که باشن، چون این ذهنیت بد رو به جا میذارن که یه نفر هم اومد با آقاسی مخالفت کنه، انداختش بیرون. چرا؟ برای اینکه آقاسی همش اشتباه میگه و همش دلش میخواد که ازش تعریف بکنن، و چون این اومده تکذیب میکنه، انداختش بیرون. اینه که نگه میداریم اینها رو، نگه میداریم، ولی خیلی اینها وقت میگیرن، شامشون رو خوردن و نهارشون رو خوردن و خوابشون رو کردن و کارهای دیگرشون هم کردن و دستمزدشون هم گرفتن، و اینها میان با یک آدمی که هم سنش، هم شرایطش، هم من نهار نخوردم ولی اونا نهار خوردن، من صبحانه نخوردم اونا صبحانه خوردن، من 8 ساعت 9 ساعت روی این صندلی خشکه نشستم، اونها تو تختشون استراحت کردن، جوان هستن من پیرم، سالم هستن من مریضم. با همه اینها میان و شروع میکنن به جنگ نابرابر. ما هم به علت اینکه مقید به حفظ آزادی بیان هستیم، چیزی نمیگیم، بذاریم حرفاشونو بزنن. هر چقدرم به خودم تلقین میکنم که جواب نده، ولی بذار باشن اونجا، باز هم اشتباه میکنیم، جواب میدیم. ولی امید دارم که اقلا این همه انرژی که ما مصرف کردیم و این همه وقتی که شما مصرف کردید ارزشش رو داشته باشه، و یک چیز شما یاد بگیرید، و اون یک چیز این است که ما فقط در خلوت و تنهایی حرف نمیزنیم، که میگفتن اون وقتها لاف در غریبی و محل باد مخرج بازار مسکر است. برای اینکه تو بازار مسکرا هر صدایی از معده آدم خارج بشه هیچ کس نمیشنوه، همه دارن مسکری میکنن، تق و تق صدا میکنه. لاف هم در غریبی، مثلا مثل آمریکا، اینجا ما نگاه میکنیم لااقل شاه
در سالهای آخر 10,000 تا نخست وزیر داشته، چون تمام معاونین نخست وزیر ها اینجا تو لس آنجلس هم همشون پدرانشون معاون نخست وزیر بود، غیر از پدر خود ما که خود نخست وزیر بود. و از بعضی از اینا میپرسی که آقا این شاه و حکومت و اینا چند تا مگه نخست وزیر داشتن، چند تا پسر داشتن که این همه آدم هست همه اینا پسرن. امروز ضمن این که پراکندگویی زیاد میکنیم، ولی یک سوال هم در آخر برنامه از شما داشتم. خیلی خسته شدیم امروز، خسته بی مورد و تکرار کردن موضوعاتی که با افراد تازه نفس، آدم پیر فرتوت ضعیف بخواهد که هم سخن بشود، بسیار ناراحت کننده است. جناب چارلی می نویسد که من از همه همکلاسی های خودم مانند خانواده خود می بینم، دوست دارم و غمگینی هیچ کدام از شما عزیزان را دیده نمی‌توانم. پرتو جان، می دانم که اشتباه شده، اما من را این کامنت شما غمگین ساخته. برادر جان، جناب استاد رستمی می نویسند همیشه پیروز باشی. نورالانوار رو پدر می نویسد که روشنایی ها ذات حق تعالی. و اشعار بسیار ارزشمندی رو منعکس کردن جناب پدر. توفیق شما رو از خدا آرزو میکنم. فقط امروز من خیلی خیلی امروز من غمگینم که دوست و برادر عزیز من پرتو، ما بدون دلیل و بدون علت او رو رنجاندیم و خیلی رنجش ایشان باعث رنجش من میشه، چون میخوام همیشه ایشان رو خوشحال و سربلند و شادان ببینم. پرتو مردی است روشن مثل آب، شفاف و پاک و از جان و دل سخن میگوید و من برای خودم و برای بقیه دوستانم غیر قابل تحمل میبینیم که ایشان خدای نکرده از دست ما رنجشی دیده باشند، چون ما به هیچ کس دوست نداریم که رنجش ایجاد بکنیم. چی میگه سعدی که ای حکیمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خود داریم، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمن این نظر داری، شما رفتار من رو با دشمنان دیدید آقای پرتو، شما که دوست و برادر من هستید، نباید شما چنین تصوری درباره من داشته باشید، چون من اصلا طبیعت رنجاندن کسی رو ندارم. ولی خب اشتباه میکنم دیگه، حالا پیریست و هزار رنج و مهنت میبخشید. جناب علی می نویسند که فریده علی که تشکر استاد محترم، از همه زحمات شما از خداوند متعال عمر دراز و صحت و سلامت آرزومند هستم. خدا حافظ دوست عزیزم. جناب استاد رستمی می نویسند خسته نباشید استاد،
بسیار استفاده بردیم. موفق و سلامت باشید. عبدالواحد عزیز می نویسد که استاد عزیز، وانکه قدر بداند رنجش در میان نمی آید، در پناه حق باشد. جناب مستمی رو که خواندم و دو پیام داشتن که هر دو رو خواندم، و جناب قوس عزیز به ما پیوستند، همینطور جناب آتش، گل آتش هم پیوستند. بقیه دوستان هم قبل از خداحافظی شعر بکنند و خداحافظی بکنند. تعداد شعرها که زیاد بشه برای ما خیلی خوب خواهد بود. من از جناب پرتو تقاضا میکنم که روی ایمیل من بنویسن برای من که چی بوده. خیلی کنجکاو هستم من که بدانم که چی بوده که باعث رنجش دوست بسیار بسیار دوست داشتنی من آقای پرتو شده. جناب طاهری از برنامه تشکر میکنن، سرکار علیزاده همین گونه، همینطور جناب مسعود رستمی از برنامه راضی هستند. هوشمند عزیز، مهندس هوشمند، می نویسد که من امروز در خانه کار می کردم، برنامه را تا جایی که امکان داشت گوش کردم، بسیار آموزنده بود. خسته نباشید. و حمید پوپل هم خداحافظی می کند، همینطور علی اصغر. خدا حافظ و ناصر شما باشد. همینطور عبدالعهد عزیز و جناب شاه محمد هم درباره وحی و نماز و قیامت خواسته بودند. آقای علی شهیدی هم در مورد سوره یاسین بود، مثل اینکه نوشتش رو دارم، سوال کرده بودند که پاسخ داده بشه، حتما چنین خواهیم کرد. از طول برنامه امروز عذرخواهی میکنم. در طول برنامه این توضیح رو هم بدم قبل از خداحافظی که من این برنامه رو فکر کردم که این واقعیت داره، این که عرض میکنم که من فکر کردم اگر که این جناب اسمشون پویا، آقای پویا رو اگر که من در آغاز برنامه نادیده بگیرم و یا اینکه باعث اخراج او بشم، این فکر در بیننده به وجود میاد، در بقیه شما، که این آقای آقاسی توهی از پیامه و چیزی برای گفتن نداره و یک تنه به قاضی میره و یک سری مطالب رو به مردم دیکته میکنه، بعدم بلند میشه میره خونه و حاضر نیست که جواب مخالف رو بشنوه. این یک مورد بود. مورد دوم این بود که ضمن این که یک مقداری جلوی آموزش رو میگیره، ولی خب هم مدرسه هم شما میرید 3 ماه درس میخونید، یک بار 2 روز امتحانه، 3 روز امتحانه، درس نمیخونید، یه امتحان میده. فکر کردم که
هم اون فکر در شما به وجود میاد که این دوست داره که این آقای آقاسی یه نفری خودش بره به منبر و بعد هم من بگن بله قربان، بله قربانی، خوشحال بنشه بره خونش و حاضر نیست که مطالب رو به مقابله و مناظره انجام بده، معارفه میکنند و بلند میشه میره. همم میگن به 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 چقدر خوب گفتی، اینا خوشحال میشه. وقتی بگه اه 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 چقدر بد گفتی، زود قطعش میکنه. یکی این که اعتبار خودم از بین نره و یکی این که شما ببینید که در بحث و گفتگو نظریات مخالفین آقاسی چیه، همه که باش موافق نیستن که، و بعد هم به شما ثابت بشه که بتونید قضاوت بکنید دیگه. الان شما لازم نیست اصلا برای من قضاوت بکنید، من کی هستم که از شما قضاوت بخوام؟ اما شما در ذهنتون الان قضاوت میکنید که آقاسی چی شدن؟ یعنی قرآن چی میگه؟ چون من جز قرآن چیزی نمیگم. که قرآن چه در چنته داره؟ آقای حالا الباز اسمشون، یا آقای پویا چه در چنته داره؟ و او چی میگه، این چی میگه؟ و بعد نظر میدید و این کار خیلی سودمنده، هم شما رو به فکر وامی داره، هم منو به فکر وامی داره، هم ممکن آقای پویا رو به فکر وا داره. و بعد شما متوجه میشید که نظریات شما وقتی با نظریات مخالف روبرو میشه چقدر اعتبار داره و آیا این نظریات تحمل گردباد رو داره یا فقط در نسیم بهاری کار میکنه. از این نظر خیلی خوب بود، ولی از نظر دیگه یک روز دیگه هم چند ساعت ما رو از برنامه‌های اصلی عقب انداخت. با خستگی زیاد، با عمر کوتاه، با شرایط دشوار مالی، با همه اینها رو که با هم جمع بکنید خیلی سخته، خیلی سخته که این به اصطلاح خروج ها رو هم انسان تحمل بکنه. ولی خب من سر یک دوراهی بودم که ما مخالف رو باید بگذاریم و فحش و اینا میدادیشون البته، ولی در لفافه لااقل مؤدب فحش میداد که بگذاریم این حرفاشو بزنه، مخالفت ها رو با من ببینید شما و بتونید که ارزیابی کنید. یعنی تمام هدف من این است که شما با صحنه های مختلف مواجه بشید. این نباشه که یک نفر توی پرقو اینجور تکیه بده و سلطان باشه و تصفیه بندازه و هرچی میگه شما میگه بله قربان، بله قربان، بله قربان، اونم خوشحال بلنشه بره خونش. این طور نباشه. شما ببینید که یک آدمی با تعلیماتی که برای همین کار تربیت شده بود این آقا، که بیاد اینجا هرچی شما میگید نادیده میگیره، بعد شروع میکنه مؤدبانه فحش دادن. روش رو حالا ما تأمل کردیم، مطالب رو هم شما شنیدید که 3 ساعت وقت داده شد به این آدم. 3 ساعت برای ما خیلی هزینه برمیداره، هم هزینه جانی هم هزینه مالی، ولی یک چیزی برای شما مسجل شد که دانش کسانی که با اعتقاد شما مخالفت میکنن در کجا قرار داره، منطق اینها چیست، فلسفه فکریشون چیست، توانشون چیست، انصاف و مروتشون چقدره. و از این نظر شاید وقتی هدر نرفته باشه. سرکار خانم علیزاده محترم خواهش کردن، 2 مرتبه تقاضاشون رو بالا گذاشتن برای تقاضای کمک برای تلویزیون. صبحتم مرغ شمن با گل نخواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. جناب جیمز می نویسند به گفته دکتر رحمانی عزیز، یک نفس عمیق و خود را انرژی بدهیم. ممنونم از زحمات شما استاد محترم. جناب برکی عزیز فرمانده بنده، شما آدم قدرتمند میخواید آقای برکی، ولی خب میدونید هر کسی در جایی که نشسته یک مسئولیتی احساس میکنه و ما درسته که خب با هم
میگیم میخندیم شوخی میکنیم این کارها و اینها، ولی واقعا پشت همه این حرکت ها یک امر مهم حیاتی وجود داره. تکلیف ما با دین ما چیست؟ آدم هایی که مثل من یک قدم با خاک فاصله دارن، با زیر خاک، ماها اجلمون بیشتره که کار خطایی نکنیم. و بالاترین اذیت برای من اینه که من اگر که موجب دلشکستگی کسی بشم، درست یا غلطشم اصلا درست و غلط نداره، اگر من باعث دلشکستگی کسی بشم غلطه، من غلط کردم، از طرف من غلط شد و نباید که چنین بشه. و خیلی امروز از این نظر یک کمی با خستگی برنامه رو ترک میکنم که موجب کدورت و دلازاری کسی شده باشم و خانم آواسی هم برنامه زلی رو که از اون طریق هم میتونید کمک بکنید روی صحنه قرار دادن و در همین جا از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. جواد رحمانی میگوید که من نفهمیدم چرا و از چه آقای پرتو گرامی رنجیدن. من یقین دارم که سوء تفاهم رخ داده، از شما لطفاً تشویش نکنید، من هیچ چیز نشنیدم. ولی بالاخره باید من با جناب فرمایشات خانم رستمی رو شنیدیم، حتما باید با پرتوی عزیز صحبت بکنیم و دست ایشان رو از دور بفشاریم و عذر خسارات و عذر زحمات بکنیم اگر که اشکالی از طرف من بود. گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت. گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسیی در چنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردند آشتی. اونها که آشتی کردند، ما و شما که هر دو انشاءالله موسی هستیم، نباید از هم دیگه کدورتی داشته باشیم، به خصوص که من اصلا نمیدانم هنوز که چی شده و همین ندانستن باعث رنجش من هست. تا دفعه بعد که همه دوستان من جمله جناب پرتو رو زیارت کنم و باز هم پوزش مجدد. از اینکه امروز من از محصول برنامه خیلی راضی نبودم، نمیدانم شما چطور. یک مقداری از برنامه به تکرار مکررات گذشت و امیدوارم که ارزش آموزشی داشته باشه، که ببینیم که مخالف نظرش چی بوده، دلایلش چیه. به نظرم که خیلی هم بد نبود، ولی خب میتوانست که بهتر باشه. روز و شب به همه شما عزیزان خوش باد. تا نشستی دیگر، فردا پنجشنبه است، فردا میزبان خانم رحمانی هستیم و اگر روز معمولی بود فردا رو به استراحت میگرفتیم، ولی تعهدات قبلی است و اجبار مجبوریم که میهمان دعوت کردیم و میزبان باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.